नजर कोई आवे ना, अखियां नू नजर कोई आवे ना, अखियां नू तू दिसदा, तेनू मेरी नजर लग जावे ना, अखियां नू तू दिसदा। اون بیچاره چی میتونه بهت بده؟ چی میتونه بده؟ ولی اون شوهرم. اون شوهرت نیست گلسوم، خدمتکارته، فقط خدمتکارته. من با اون عقد کردم جناب شیخ، و شاید شما فراموش کردین که خودتون خطبه عقد رو خوندین. فقط خوندن خطبه کسی ها زن و شوهر نمی کنه گلسوم، قبول کردنش رو عقد میگن. جلوی مردم دو شخص هم دیگر رو قبول میکنن و بله میگن، و تو جواب بله رو اصلا نگفتی. تو ساکت بودی، با وجود پرسیدن من تو ساکت بودی. پس این چطور عقدی شد؟ شوکه بودی، به هم ریخته بودی، حواست سر جاش نبود. گلسوم گوش کن چی میگم، وقتی تو رضایت نداشتی و هوشیار نبودی، من بله یه طرف از هارونو قبول کردم، پس به این معنی شد که شما عقد کردین و اون برای تو همیشه محرمه؟ اون نامحرمه، خدمت کردن به اونم برای تو گناهه. دوباره خطبه عقد رو برات میخونم. با رضایتت، با هوشیاریت و با بله از ته دلت، خطبه عقد تو و خودمو. دیدی؟ بالاخره خودتو گیر انداختی. چند بار بهت گفتم که راجع به جناب شیخ بد نگو، اما تو شیطان درونتو نمیتونی کنترل کنی، اون از زبونت برخلاف خودت استفاده میکنه. نمیدونم چقدر عصبانی شده باشن. تو چرا حرف توی اون مغز پوکت نمیره؟ چند بار بهت گفتم که اون آدم معمولی نیست، اون حتی حرفایی که پشت سرش گفته میشه رو هم میشنوه گلسوم. خب بگو ایشون چی میگفتن، بگو چی گفتن. حالا روز تو ببین، رنگت پریده، پاهات میلرزه، دستات هم میلرزه. مگه ایشون چی گفتن؟ گلسوم به هم بگو ایشون چی گفتن. ببین تا وقتی به من نگی من چطوری میتونم توبه و استغفار کنم؟ منم تو اون بحث شرکت داشتم، منم توی اون گناه شریک بودم. فقط میتونم به خدای خودم بگم که جناب شیخ چه حرفایی بهم زدن.
خانم برید استراحت کنید. فقط چند تا ذکر دیگه مونده، اینا رو بگم منم میام. این ذکر گفتناتی خورده زیادی نشدن؟ تمام شب و با ذکر گفتن میگذرونی؟ شما اون نفسهایی رو که دارین تو شکمتون حس میکنین به خاطر این ذکراست؟ من به خاطر سلامتی اون تمام شب و ذکر میگم. و سلامتی خودتو به خطر میندازی. بریم پاشو. باشه، چند دقیقه دیگه میام. برید. نه خیر، من میخوام با تو برم. خانم، نه، این دیگه چیه؟ من میخوام سرمو نزدیک تو بذارم و بخوابم، همونطور که تو بچگی میخوابیدم. آره، اما گلسوم الان تو بزرگ شدی دیگه، برو توی تختت بخواب، خیلی راحتی. من میترسم. باشه، پس تو اینجا بخواب، من اینجا پیشت هستم، نترس. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. این دیگه چه بی حیاییه که داری میکنی دختر؟ سبحان الله، سبحان الله، خدای تو بی... مگه این کجاش بی حیاییه؟ شما شوهر منید، ما عقد کردیم. آره عقد کردیم، من شوهرتم، اما این کاری که تو داری میکنی کار درستی نیست. آخه چرا درست نیست؟ اگه یه زن بترسه نمیتونه سرش رو پای شوهرش بذاره؟ ها، نمیتونه؟ همین حرف هست که تو رو به این حال و روز رسونده. ترس و خوف و بیقراری توی دلت جا گرفته. اگه یه شوهر کنار زنش نباشه همین اتفاق براش میفته. اما من برای یه لحظه‌ام تو رو تنها نذاشتم، همیشه همراهت بودم، کنارت هستم. شما کنار منید؟ به این میگید همراه بودن؟ کجا دیدی که زن و شوهر توی یه اتاق اینجوری کنار هم باشن؟ خب جناب شیخ من کرده که نزدیکت باشم. با دیدن عصبانیت و غضبش هنوزم سر عقل نیومدی؟ آخه چرا؟ چرا باید من بکنی؟ بازم داری لجبازی میکنی که خب حتما یه حکمتی داره، خودشون میدونن، من از کجا بدونم؟ حکمت اون جای خودش باشه، رابطه ای ما هم جای خودش باشه. به همین دلیل نمیذاشتم زندایی جانو ببینی، حتما اون پرت کرده، این حرف رابطه و ازدواج رو اون توی ذهنت فرو کرده. هیچ کس به من چیزی نگفته هارون، این حکم خداوند و پیغمبرشه. ببین گلسوم، تو چرا اینو نمیفهمی که ما مثل زن و شوهرای معمولی نیستیم اصلا؟ چرا؟ مگه ما چه چیز خاصی داریم؟ این یه راز پوشیده است که جناب شیخ میدونه. آخه چه راز پوشیده ای؟ کافیه،
هر چقدر میتونستم بهت گفتم. اگه بیشتر از این سوال جواب کنی با قهر جناب شیخ روبرو میشیم. ای وای. شما از قهر خداوند نمیترسین نه؟ از عصبانی شدن اون ترسی ندارید؟ خدایا شیطان کاملا بهت مسلط شده، فریبت داده. تو توبه و استغفار کن وگرنه نابود میشی گلسوم. خانم خیلی خواب پاشید بریم تو. ذکر گفتنی تموم شد؟ نه خیر، یه چند تایش مونده. اما شما با این وضعتون اینطوری بشینید براتون خوب نیست. برعکس خیلی هم خوشم اومده. خیلی خوب دیگه پاشید بریم داخل. همینجوری بغلم کن و ببر حبیب، من نمیخوام از این حالت بیرون بیام. گلسوم خودت که داری غرق گناه میشی، میخوای منم تو گناه بندازی؟ من چی کار کنم هارون؟ خیلی میترسم. نه از چی میترسی؟ یه سن از چی میتونه بترسه ها؟ از یه مرد غریبی. ببین تو توی یه بیابون نیستی که من تو رو تنها گذاشته باشم. تو برو بخواب باشه، من همینجا جلوی در اتاق میشینم. هیچ دری نمیتونه مانعش بشه، فقط پیوند من و تو میتونه مانعشه. واقعیت پیوند من و شما میتونه مانعشه. آره من خیلی خوب میفهمم که تو چیو میبینی. اون به صورت و اشکال مختلف میاد پیشت، مگه نه؟ آره؟ پس چرا منو نجاتم نمیدین؟ چرا مراقبم نیستین؟ چرا مانعش نمیشین؟ ببین گلسوم یه ذره شجاع باش. باشه یه ذره صبور باش. شیخ برای دعا میخونه نه؟ واسه همین شیطان قبل رفتنش نهایت تلاششو میکنه، با نهایت توانش بهت حمله میکنه. پس همین وقتشه که تو باید ایمانت قوی باشه، همه چی خوب میشه. چرا مراقب من نیستی هارون؟ تو چرا منو تنها میذاری و جلوی اون میندازی؟ من خیلی میترسم هارون، لطفا این کارو با من نکن، منو تنها هم نذار. باشه من تو رو تنها نمیذارم، همه چی درست میشه، من هستم، تو نگران نباش، همه چی درست میشه. به هم قول بدین که منو تنها نمیذارین. باشی هیچ وقت تنها نمیذارم، قول میدم. تو فقط گریه نکن باشه، ساکت شو، گریه نکن، همه چی درست میشه. بس کن.
جناب شیخ. لعنت به تو باد جاهل کافر، این امانت مقدس و تحویل داده بودم و تا اونو درگیر سیاهیت کردی؟ تو چطور جرأت کردی که دامن پاک اونو با دستای ناپاکت لمس کنی؟ چطور جرأت کردی؟ منو ببخشید. در امانت من خیانت کردی؟ آره؟ به آبروی من دست درازی کردی؟ تو چادر خانمو از سرون برداشتی میخوای در مقابل منم وایسی؟ مقابل من هارون؟ بلند شو وایسا، دلم میخواد دستاتو بشکنم، دلم میخواد بشکنمش، حتی خودتم نتونی لمس کنی، خودتم، لعنت به تو، لعنت بهت، به نسل تو، به پدر مادرت لعنت هارون. جناب شیخ، به اونا لعنت نفرستید. چرا نفرستم ها؟ تو از خون کثیف همونا به دنیا اومدی. جناب شیخ، عصبانیت شما قابلا بجاست، حتی کتکتونم برای من عزت و برکته، اما اون چیزی که شما دیدین سرپیچی از دستورتون نبودش، اون قلبه شیطانه که داره گلسومو به سمت من هل میده. به من برای رها شدن از اون فرار میکنم و اون دنبال من میاد. جناب شیخ، جناب شیخ، به جز دیگه هیچی نیستش. برو گم شام ور آدم خواهد. به روح مامان و بابام قسم، شما اگه بخوای میتونی منو تنبیه کنی، اما من از تو سر بیچه نکردم. جناب شیخ، بهت گفتم که داری اونو عصبانی میکنی و باعث قهرش میشی. خدا رو شکر کن که عصبانیتشو با کتک زدن تخلیه کرد، وگرنه نفرین بزرگا تا نسلامونو میتونه نابود کنه. شما برین برین داخل. چرا اینجا نشستی؟ من دیگه اجازه ندارم وارد این اتاق بشم. جناب شیخ ورود من به این اتاق رو ممنوع کرد. تو تا امروز مهربونی شو دیده بودی، از این به بعد غضبش رو میبینی. برو برو بخواب، برو. در اتاقم ببند. پس تو به پیشنهادم همچین پاسخی دادی؟ من چقدر با محبت دست تو گرفتم، اما تو تلاش کردی با تمام توانت به بازم چنگ بزنی.
میدونی دیشب و چطور صبح کردم؟ تمام شب انگار زیر پام آتیش روشن بود. به همون خدا قسم، اگه دوستت نداشتم اون وقت عواقب نافرمانی رو بهت نشون میدادم. مشکل تو چیه بدبخت؟ کوری؟ نفهمی؟ یا لجبازی؟ زنهای زیباتر از تو لمس کردن دستام و خوششانسی خودشون میدونن، در حسرت نیم نگاه هم هستن، اما تو از من رو میگرد دنیا، به اون غلام بدبو و زشت و بیریختم نگاه میکنی. گلسوم، اون شوهرم جمعش. اون شوهرت نیست، اون غلام توه، فقط غلام، همین دیگه، هیچیت نمیشه. اما حکم شهر یه چیز دیگه است. یعنی بیشتر از من در مورد شهر میدونی؟ تو حالت بی حواس بودن عقد باطل محسوب میشه، واسه عقد رضایت کامل الزامیه. پس شما این موضوع رو به بقیه هم بگید تا من بتونم از این قید آزاد بشم. اصلا تو به بقیه چی کار داری گلسوم؟ بقیه پاسخگوی گناه و ثوابتان نیستن، متوجهی؟ اگه من ترس از گناه نداشتم، اون وقت جور دیگه ای باد رفتار میکردم. اما من میخوام با تو یه پیوند حلال و پاک داشته باشم. هیچی هم نمیتونه مانعم بشه. پس شما به هارون بگین که بی سر و صدا منو طلاق بده، بعدش هر طور خواستین و هر جور صلاحتون بود با هم عقد کنین. اما من تا وقتی که طلاق نگرفتم جناب شیخ، اینو عقد روی عقد تصور میکنم که گناه خیلی بزرگیه. داری منو به گناه مجبور میکنی؟ این که برای شما سخت نیست، به غلامتون یه اشاره بکنید و اونم منو از این قید آزاد کنه. مردم اشتباه میگن که تو ساده و معصومی. من فقط دارم چیزیو میگم جناب شیخ که حکم خدا و پیغمبرشه. یعنی راضی نمیشی؟ نه، من این گناهو نمیتونم گردن بگیرم. نه خیر. اما من این گناهو گردن میگیرم. این کجه، درستش کنم؟ منم تو رو صدا زده بودم، اما شنیدم یه جلسه یه طولانی با شیخ داشتی. بله هاش خانم. حتما از هارون شکایت می کردی. بله هاش خانم. آره شنیدم که چیکار کرده. اون با مامانت اصلا خوب رفتار نکرده،
منم خیلی خوب دعواش کردم. نه خیر حاج خانم، در واقع مسئله یه چیز دیگه است. چی؟ راستش نمیدونم که چطور بهتون بگم. من که هر حرفی رو بدون تردید به خواهر بزرگم میگم. تو چرا تردید میکنی؟ مگه این چه حرفیه که میتونی به جناب شیخ بگی اما به من نه؟ من این موضوع رو به جناب شیخم نگفتم. خب بگو عزیزم. حاج خانم، من میخوام مادر بشم. از وقتی شنیدی قراره بچه دار بشیم خیلی زیادی هیجان زده شدی. دارم فکر میکنم بابای خیلی خوبی میشی. حبیب الله میدونی چیه؟ من امروز توی اتاقم یه عکس بچه خیلی خوشگل رو نصب کردم. بعدش گلسوم اومد و با دیدنش گفت که منم بچه میخوام. خیلی از این موضوع خوشحال شدم که بالاخره این ازدواج رو قبول کرده. بیچاره از عروس شدن که هیچی نفهم. شاید با مادر شدن بتونه خوشحالی زندگیشو پیدا کنه. در ضمن شوهرش خیلی باهاش بدرفتاری میکنه. من که شنیدم اون امروز اتاقش هم جدا کرده، رفته توی اتاق مهمون خوابیده. تو چرا با اون به زبان خودش حرف نمیزنی؟ فهموندن که چی بهش دستور بده؟ بگو در مقابل زنت یه سری مسئولیت داری و باید انجامش بدی. وقتی زمانش برسه اونم میفهمه. چرا؟ مگه مشکل چیه؟ مگه مریضه یا مشکلی داره؟ زمان واسه چی؟ اونم به زمان نیاز داره، همونطوری که من بعد ازدواجم نیاز داشتم. حبیب الله، مشکل ما چیز دیگه ای بود. مشکل من و تو چی بود؟ مشکل این بود که مثل آبجی و داداش با هم بازار شدیم. هیچ وقت هم دیگر رو به اون چشم نگاه نکرده بودیم. بعد یه دستور صادر میشه و من و تو زن و شوهر میشیم. اونا هم همین مشکل رو دارن. با عنوان آبجی و داداش یه عمر با هم بازار شدن. اما بازم یه خورده به سمت هم دیگه باید قدم برداره. خلیفه، تو مخمصه خیلی بزرگی گیر کردم. اون دختر نه ارزش عشق منو میدونه و نه ترس از اختیاراتم داره و نه به مقامم احترام میذاره. اصلا نمیفهمم. اون برای عقد شرط گذاشته که از هارون طلاق بگیره و در این حال هی تلاش میکنه که به هارون نزدیک بشه. اون چرا این کارو میکنه؟ یعنی واقعا از زرنگیشه؟ یا یکی در این را بهش یاد میده؟ من درم شک میکنم. دارم شک میکنم که پشت این کاراش یا هارونه یا اینکه حاج خانوم؟
اون انقدر زرنگ و تیز نمیتونه باشه، نمیتونه باشه که اینطور جلوی من بتونه وایسه. برای یه مسئله عادی داره من اینطوری میپیچونه. از این چیزا معلوم میشه که پشت این کاراش دست یکیم هست، قدرت خانم و زرنگی هارون، یا اینکه هر دو. ها؟ نظر تو چیه خلیفه؟ میخوام ازت جواب بگیرم. شیخ، اگه از من بپرسین پشت این کاراش نه قدرت کسیه و نه چالاکی کسی، به نظرم پشت این کاراش رسم و رسوممونه. ما خودمون دخترامونو به طور ذهنی انقدر فلج کردیم که به چیزای دیگه نمیتونن اصلا فکری بکنن. اونا رو ترسوندیم و مجبورشون میکنیم که به زور به عقد یه نفر دیگه در بیان. اونا عشق و آرزو، خواسته ها، حتی پدر و مادر و خواهر و برادراشون هم ول میکنن و دنبال اون میرن، حالا میخواد زشت باشه یا حتی بد اخلاق باشه. پس چی کار کنیم خلیفه؟ شیخ، من اینو از همون روز اول بهتون گفتم. چیو؟ شیخ، باید اونی که حق اصلیش هست و ازش بگیری و کاری کنی که نداشته باشدش. شیخ، وقتی زنا بیوه میشن دنبال یه تکیهگاه میگردن. بیچاره ها حاله چطوره؟ تو بگو خودت چطوری؟ تو خونه همه حالشون خوبه؟ آره خوبن، همه از شرط راحت شدن و آروم زندگیشونو میکنن، زندانی که تویی. تو خونه در موردم چی میگن؟ تو اینا رو ول کن، از خودت بگو چطوری؟ چه اتفاقی برات افتاده؟ تو زندان نیستم دختر، پای چوبه دارم. میتونی از شر اون عوضی راحت بشی؟ بلال اونو میکشه اگه تو بخوای. اون همه یه تدارکاتشو دیده، تو فقط باید. نه. پس میخوای تا آخر عمرت توی این جهنم باشی؟ تو به بلال بگو که نمیخوام حتی یه تار مو از رو سرش کم شه. پس تو نمیتونی آزاد بشی گلی، هیچ کس نمیاد آزادت کنه. من بدون هارون بازم آزاد نمیشم مینو. یه عوضیش میمیره، یکیشم میره زندان، بعدش تو آزاد میشی. بین این دوتا عوضی چرا میخوای گیر کنی و زندگی تو نابود کنی؟ من در قید یه عوضی نه، اسیر یه شیطانم. هارون فقط یه مهره است، صاحب اصلی زندونم اینه. تونستی ببینیش؟ باهاش حرف زدی؟ یعنی چی؟ اونو دیدی ولی نتونستی باهاش حرف بزنی؟ هم اون ترسیده بود و هم من داداش. از چی ترسیدی دختر؟ من که همه چی حاضر کرده بودم بابا. بین اون همه آدم من چطور؟ آخه یعنی چی؟
من یه ملاقات دیگه ترتیب میدم. الو؟ بله جناب خلیفه. بله، تونسته ببینتش اما حرف نزده. باشه باشه جناب خلیفه، درسته، باشه. اون اصلا نمیخواد شما کسی رو بکشی. اگه اون میخواست من تو رو میفرستدم بیای؟ خب تو رو فرستدم راضیش کنی؟ بازم نمیخواد. ما دیروز چه حرفی زدیم یادت رفته؟ واسه این که شما از بس بهم التماس کردی من واسه خلاص شدن دیگه چی میگفتم؟ شما یه ذره هم نگران نیستی که به خاطر شما خونوادم میتونن بکشنم؟ اگه شما داداش هارونو بکشی بازم نمیتونه از اون خونه بیاد بیرون. به همین دلیلم دیگه همونو ول کنین و هم منو دیگه پشت بوم خونمونم نیاین، وگرنه من جیغ میزنم و همه رو باخبر میکنم. بله جناب خلیفه. نه اون قبول نمیکنه. من دنبال یه راه دیگه میگردم. باش. من بهت گفته بودم خلیفه که اون راضی نمیشه. اون داره هارونو مقابل من قرار میده، پس چطور واسه قتلش راضی بشه؟ راست شیخ، اگه عشق شما بخواد اونو از این وسط برداره پس بازم به قتل اون راضی نمیشه. آره خب پس چه نیازی بود که این حرفا رو بهش بزنی خلیفه ها؟ شیخ من نهایت تلاشمو کردم که با اشاره یه انگوش از سر راهتون برش دارم. شیخ به نظر من اگه از سر راه هم اونو برداریم بازم رفتن شما به اون مسیر عاقلانه نیست، چون اون دختر بالاخره میدونست که بلال خودمون چقدر در مورد کشتن هارون جدیه، اما الان مطمئن شده که هارون حتما کشته میشه. اون که در مقابل شما خلع سلاح شده، اما الان اون اسلحه‌ای که از طریق من به دست بلال رسیده شاید بتونه مسیر رو براتون هموار کنه. حتی اینم میدونم که شما دوتا چه حرفی زدین. روی این صندلی که من نشستم جای عادی نیست. که نفهمم دور و برم چه خبر و آدم ها پشت سرم چی کار دارن میکنن. از این جایگاه آدم ها که هیچ، حتی اجنه ها هم ازش پیروی میکنن. اون حرفای که تو با خودت میزنی حتی اونام به هم میرسه. داری این نقشه میکشین که هارونو بکشی و با بلال فرار کنی. آره؟ گرفتن جون یه آدم به نظرت گناه نیست؟ نظر کوئی آبینا اکیانو نظر کوئی آبینا اکیانو. دیدی تی وی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.